بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعز المرسلين أبي الزهراء صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك حجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا السلام على الشفاء الذابلات السلام على العيون الغائرات السلام على النسوة المسبيات قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومتى سألت الدار عن أربابها يعود الصدى منها سؤالي ثانية كانت غياثا للملوم فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوانا ناعم يجاوبنا ولقد دعوه
العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله قست القلوب فلم تمن بهدايتي تبا لهاتيك القلوب بالقاسية يا أبا عبد الله الضيف يجب أن يكرم انت حللت ضيفا عليه هل شربت منه ماء يا نساء ماذا ذاق طعم فراته حتى قضى عطشا وغسل بالدماء أنا تبكيك عيني لا لأجل مذوبتي لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجار لا لأجل مذوبة لكنما عيني لأجلك باكية سيدي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وأولت ودمع على زعم الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم لذكر الصلاة على محمد وآل محمد محمد ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في الليلة الماضية تحدثت مختصرا عن أهمية الإنسان ومن هو الإنسان وقلت أن للإنسان مراتب الحقيقة للإنسان مراتب هناك إنسان يسير باتجاه الإنسانية نير وجهه
مشرق أصبحي وجهه، وهكذا يتدنى فيتدنى ويقترب فيقترب فيقترب إلى أن يصل إلى مرحلة لا يمكن لمخلوق أن يصل إلى تلكم المرحلة. أدن مني لو دنوت أنملة لاحترقت. جبرائيل يخاطب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال للإنسان الكامل المخلوق الأعظم. دنا فتدلى إلى تلكم الدرجة التي لا يمكن لأحد أن يتخيلها، فكان قاب قوسين أو أدنى بدعاء الندبة دنوا واقترابا من العلي الأعلى. هذه الخاصية موجودة في من؟ في الإنسان. إذا رسمنا خطاً أفقياً أو عمودياً وابتدأنا من النقطة صفر إلى آخر إلى اللانهاية ونزلنا إلى الأسفل إلى الحضيض من الصفر فما دون إلى اللانهاية، المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يكون ضمن هذا الطيف الواسع هو الإنسان. يجي الإنسان وعنده هاي الروح وعنده حالة الحيوانية والحالة النباتية والروح الإلهية، وتعال هنا نقارن، تصعد من الصفر يشرق قليلا يشرق أكثر هكذا هكذا إلى أن يصل إلى النور الأعظم، النور الذي هو نور الله جل جلاله بالنسبة لسيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إلى هذه الدرجة يصل الإنسان. نعم يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، أن يكون هو بداية رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم أن يعطي للإنسان هذه القابلية قلب المؤمن عرش الرحمن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما يدري شنو إحنا مطي أمانة. هذا قلب المؤمن عرش الرحمن، في واقع الأمر قلب الحجة ابن الحسن سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هذه اللي البارحة قلت لكم أن هويتنا إلهية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال إني جاعل في الأرض خليفة. والآيات 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 التي تحدثنا عن هذا الإنسان الكامل العظيم، هذا السلم اللي تحدثت عنه. النقطة النهاية، أكثر شخص يمكن أن يقترب من الباري سبحانه وتعالى هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أهل البيت سلام الله عليه. ونحن بإمكاننا إذا كنا هذه القطرة، إذا قلت لكم سقطت في هذا المحيط، سقطت في بحر جودهم وكرامهم، لا بد أن نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم. شيعتنا خلقوا من طينتنا. إحنا ممكن أنه نقول عن أنفسنا أنه نصل إلى هذه الدرجة بمعيتهم، نعيش معهم. نعم هذا الإنسان اللي كل هذه اللي نراها، هذه السماوات والأراضين اللي نشوفها، أنت منشأك شنو؟ إلهي. منشأ هذه السماوات هاي درب التبانة،
القمر، الشمس، إلى آخره. شنو منشأها؟ الله يقول منشأها دخان. أنت منشأك روحي، وهذه منشأها الدخان، لا قيمة لها. أنت الكل بالكل، أنت الأساس، أنت أيها الإنسان. الإمام علي يقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. بس اسمع، في الجانب المقابل أمير المؤمنين عليه السلام يقول كفى بالمرء جهلا، كفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدر نفسه. احمل مليون شهادة دكتوراه، ولكن إذا ما تعرف أنك بهذا المستوى ويمكن أن تصل بهذا المستوى، عند أمير المؤمنين أنت جاهل، ماكو أجهل منك. هذا اللي احنا نقول دائما، خلينا نلقن نفسنا في هذه الأيام اللي راح تجينا إن شاء الله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. احنا نريد نتغير، مو بس نسمع ونروح ونفس الشيء. أبدا أبدا، هاي المعرفة، أن نعرف قدر أنفسنا. إحنا مو مخلوقين على أنه نعصي الله تعالى. ليش نعصي؟ ليش نأكل ونشرب وننام مثلنا مثل غيرنا؟ نصل إلى مستوى الحيوانية والعياذ بالله ننزل. ليش ننزل؟ ليش ما نصعد لي فوق؟ ليش قاعد ننزل؟ ليش أنت قاعد تدور على المال؟ عمل 24 ساعة. ليش؟ أنا سامع من كثير منهم يقول أريد أن أكون مميز، متميز غير الآخرين. طعامي يكون طعام كشخة، هاي كلمة أنا أتذكرها من واحد قال أريد أكل أكل مرتب. قلت له زين، يعني كل هالتعب هالكلاوات تلعب على هذا وذاك والآخري حتى تحصل على قوت، على مادة مالية، وبعدين تروح تشتري في السوق أن أفضل أنواع وأشهل مأكولات. قال وأريد أصير عندي شيف خاص إلي. هالشقل قال لي أريد يكون عندي شيف خاص بي مثل الملوك، يسوي لي الأكل اللي أريدها مثل ما أريدها. قلت له ما يخالف، بس إذا أنت نسيت هذا الجانب، تدري مثلك مثل منو؟ قال لا. تدري قيمتك ما تكون؟ أنت اللي جهلت بقدرك الحقيقي، وكل همك وغمك هذا البطن، مو هالشكل، فلوس على مود تتشبع البطن بأجمل وأطيب وأشهل مأكولات، مو؟ الإمام علي عليه السلام شو يقول؟ من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها. أعوذ بالله. هذا اللي يروح بالحمام، ليش احنا عندنا حتى بالحمام قراية الكرسي؟ ليش؟ يعني أيها المؤمن لا تغتم، لا تنقهر. صحيح احنا عندنا جنبة حيوانية، بالنتيجة ناكل ونشرب، اي، بس انت عندك جنبة غير هذه الجنبة. اذا رحت هناك لا تنسى ذكر الله، هاي الروح الإلهية خليها موجودة. لكن بالنتيجة عندك جنبة حيوانية، عن طريق الله، عن طريق التعاليم هنا تشبعها وتصل إلى ما تصل. لكن إذا كان همك وغمك بس المادة والأكل والشرب، هذا ترى قيمتك، هاي قيمتك. يشتغل 5 أيام بالأسبوع، مو هالشكل حياتنا إحنا؟ على مود يوم السبت والأحد يتونس بيهم غيرنا، خلينا نقول حتى هو كاره نفسه، ترى من الصبح إلى الليل شغل وتعب وتعب، حتى بعدين يفرغ هذه. خب شنو فرقك فرق الحيوان؟ بس الروح الحيوانية أنت تريد اللذة الآنية، وإذا شبعت هم تلتذ بهذا الطعام ولو كان طيبا، وكنت تشتهي، مجرد ما تشبع تقول خلاص بعد ماري، مو هي هذه، هي هاي القضية. هنا أنا وصلنا يعني إلى حد الحيوانية، الحيوان الإنسان وجو الحيوان. عندنا جو الحيوان؟ إيه عندنا جو الحيوان، والعياذ بالله، العياذ بالله. بالنتيجة هذا اللي يعرض مثلا أهله أمام الناس، شوف الإنسان شو يسوي بعض الأوقات، والله يحتار الإنسان، يحتار ماذا يقول عن هذا المخلوق الغريب.
يطلع مرته قدام الناس على مود شنو اصدقائي يشوفوني انا عندي مرأة جميلة. انت الك هي يول غيرك ولك شنو هاي؟ وين وصلنا احنا؟ نصل الى مستوى اعوذ بالله بعض الحيوانات اللي ما عندها غيرة، يعني مثل الخنزير والعياذ بالله، مثل الكلب والعياذ بالله. اكو بعض الناس يهجم يهجم عليك، يعني روحه مرة واحدة تتغير تتبدل تصير لونها لون او شكلها شكل الاسد الضاري، الكلب المفترس والعياذ بالله، الذئب اللي يريد ينمش هذا ويأكل هذا ويلعب. ليش؟ لماذا؟ وبعدين هذا الكلب ليس له ذنب، هذا الكلب ليس ذو ذنب وأنت لك الذنب، أنت ذو ذنب والكلب ليس له ذنب، يقول الشاعر. مو هاي الورطة؟ وين راح العقل؟ وين راحت هاي الروح؟ وين؟ بس جانب الروح، بس جانب الحيوانية ننميها ونكبرها والجسد ينمو ويكبر وتشوف الانتحار، نسبة اللي يتعاطون أدوية الاكتئاب وغيرها ما يدري شو يسوي. لكن العتب مو هنا، مو العتب إلى النقطة الحيوانية مثلا، هاي نقطة الزيرو خلينا نسميها. العتب اللي ينزل بعد للحضيض، هاي المشكلة. اكو ناس تنزل للحضيض، اي اكو ناس تنزل للحضيض. الحيوان اذا قتل فريسته يترك الفريسه، صحيح ولا؟ الحيوان لو شبع هم ياكل بعد؟ لا، مو شي. الحيوان هم يعذب حيوانا اخرا، هم ينكل بي، يو بعد اذا خلص منه ينتهي يروح. روحوا شوفوا الان والعياذ بالله، شوفوا اليوتيوب بينك هذا الانترنت، شوف الناس شنو قاعد تسوي. شوف ذول اللي يوقفون ناس أبرياء، تعال يا بس أنت دينك مو مثلاً كذا، يسأله كم سؤال إذا جاوب جاوب، ما جاوب يقتله. شوف هذا وين وصل. شوف هذا اللي يجي ومقتول، وبعد ما يشوفه مقتول يفرغ كم رصاصة براسه. ليش؟ حتى الحيوان ما يسويها. أنت مو بناءك أنه تقتله، ليش بعد هذا التنكيل؟ ليش هذا التعذيب؟ ليش تعذب الناس؟ ليش ليش ليش؟ تشوف لا نزلنا بعد، نزل جوه أكثر. أكثر, أكثر هذا بعد ما تسمي حيوان، هذا تحت الحيوان، رحنا بالحضيض. وبين هذه المراتب الكثيرة، هذا المثال سامعي، أنا ما عندي وقت أشرح كثير من الأمثلة، بس هالشكل بسرعة جدا. إنسان يذبح 60 سيد من أولاد علي وفاطمة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، 60 واحد. اخواني 60 ترى مو رقم هين، ترى في ذاك الزمان 60 يعني 60,000 تقريبا، هوايه 60 ذاك الزمان، مو هالزمان هذا. قال له ليش؟ دخل عليه واحد شافه بشهر رمضان قاعد ياكل، وهذا نسى انه بشهر رمضان جاي ياكل، حط ايده تذكر وقف. قال له ليش انت قاعد تاكل يا حميد بن قحطبه؟ قال له اكل عمي، هو انا هاي الروح الحيواني خل اكل اتونس وهاي مو. قال له ليش؟ شلون تاكل في شهر رمضان؟ امتنعت عن الطعام. قلت له انت مريض؟ لا هيك ما بي، صحيح وسالم. ليش وصلت الى هذه المرحله انه تفطر وما صار عندك حاله اللاوباليه؟ قال انا اقول لك ليش. لان هذه الجوهره اللي البارحه حكيت عنها، هاي الجوهره الثمينه، انا بعتها، بعت جوهرتي. شلون بعت جوهرتك؟ اجى هارون الرشيد بالمره الاولى دزوا علي، رحت اليه رفع راسه الي، انت شنو ايش قد ولائك الي؟ قال نفسي ومالي. تقول لي هسه اموت؟ اموت. ما عجب الوضع. مره ثانيه الغلام تعال يناديك، رجع بالمره الثانيه، ها شنو وضعك ويانا؟ خاف. قال له نفسي ومالي واهلي وولدي، يعني وصل الى حد الخنزير والعياذ بالله. غيرة ما عندي، ها ما عندي غيرة، هاي مرتي لك اعوذ بالله. بس الانسان يصل الى هاي المراتب ترى اخواني. وبالمرة الثالثة رجع له، قال له ها؟ قال له نفسي ومالي واهلي وولدي وديني، يعني عقلي، يعني روحي الالهية اخذها، هاي الجوهرة اخذها. أخذها خلاص بعد.
هذا اللي يبيع هذه الجوهرة شنو تتوقع منه؟ يقول يلا هذا الغلام شي يقول لك سوي امتثل لأمره. طبوا على مكان بير محفور وثلاث غرف، 20 سيد هنا وعشرين هنا وعشرين هنا، ذبح 59 واحد، 59 واحد. شوفوا شلون قاعد يذبحون الآن، سبحان الله. بعد شفنا بعيوننا، كنا نسمع هسه قمنا نشوف. آخر واحد وكان شيخا كبيرا 60 سنة 70 سنة، كبير يعني أقرب إلى رسول الله حتى من الجانب الوراثي. قال له أما تستحي من رسول الله ومن أمي الزهراء؟ إيدي ارتجفت، وقع السيف، وإذا هذا الحيوان الثاني الأسوأ من الحيوان الغلام يقول نظر إلي خنزر بعيونه. ها مو بعت أنت روحك؟ بعتها روحك الإلهية؟ مو بعتها؟ بعت شنو؟ يقول ذبحت الآخر، كل الرؤوس والأجساد ذبناهن، أنا بإيدي أخذتهن وحطيتهن وين؟ بالبير. هذا الإنسان، هاي مراتب الإنسان اللي قلت لك إياها، إما أن يصل إلى هنا أو يجي بالحضيض بعد أسوأ من الحيوان. إخواني والله بعض الأوقات واحد يبكي دما، يبكي دما. تفتح أنت اليوتيوب وتسمع بالجرائم، روح شوف الجرائم اللي قاعد تصير. يغتصب فتاة ثم يقتلها ثم يرمي بها في بئر. في زماننا هذا، هذا شو تسمي؟ تسمي إنسان؟ تسمي حيوان؟ حتى الحيوان إذا نزى، إذا قضى حاجته يروح. ليش قاعد تسوي أنت؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. يقول أحد العلماء لو بس هاي الآية أنا كنت أموت حسرة حسرة، بس التكمالة أجت ريحتني. شنو التكمالة؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أذكر لكم هذه القضية، أنا ما عندي وقت للأسف الشديد، إن شاء الله ذكروني في قضية أخرى نذكرها في ليلة من الليالي جدا جميلة جدا جميلة، لكن أذكر هاي القضية. واحد كان من الجماعة اللي يسمون نفسهم من الملحدين، أيثيست يعني. هذا راح إلى الحرب، تدرون أكو قسم، هذا طبعا كان طبيب جراح بالحرب، هواية من الشغلات الممكن الجراح يتعلمها خصوصا جراحة الأوعية مثلا، الحالات الإسعافية بالحرب هواية الإنسان يقوم يتعلم من ورائها. المهم هذا راح أيثيست، راح ملحد ورجع، وإذا به يدور وين أكو دور للعبادة ويدعو الناس إلى إلى الله سبحانه وتعالى. تعجب واحد منهم قال له شنو أنت، شنو قضيتك أنت وعائلتك وكذا وكذا، كلكم يعني معروف عنكم هذا الخط الإلحادي، وكنت تدعو وما لك شغل بالدين، فلوس عندك وجراح وكذا وفلوس، وكنت تسمي نفسك I believe in science. شلون صرت هسه بعد هالحرب رحت ورجعت شو قاعد تروح إلى دور العبادة وكذا؟ كان أنا أقول لك شنو القضية، رحت شفت بعيوني، شفت واحد يعذبوه وهو ينادي يا الله أنا أؤمن بحياة أخروية، اقضي ما أنت قاضي. يقول أشوف صلب، أشوف من جانب مقابل هذا اللي قاعد يعذب، مو بس يعذب ويقتل، قتل وينكل بالجثة وبعد وبعد وبعد. شفت هذا مو بس حيوان نزل تحت الحيوانية، هذا الطيف الواسع. شفت هتش إنسان وشفت هتش حيوان، قلت في نفسي لا يمكن أن يكون هذا المخلوق جاء من صدفة، هتش مخلوق من صدفة مستحيل، إلا ما يكون هذا قد خلق بيد إلهية وأعطاء الانتخاب والاختيار. تصير إنسان، تصير إلى هذه الدرجة، أو تصير أدنى من الحيوان والعياذ بالله.
يقول خلاص أنا بعد شو أحكي، آمنت بالله وحده وعرفت أني يجب أن أنتخب الطريق الصحيح، عرفت أني يجب أن أحدث نفسي من أنا، أكون أسوأ من الحيوان والعياذ بالله، أم أكون في هذه الدرجة اللي يعذبون وهو ينادي الله الله أحد أحد. لا، أنا أنتخب هذا الطريق وأؤمن بالله الواحد الأحد. صلوا على محمد وآل محمد. دیشب پیرامون این مسئله خود با شما عزیزان صحبت شد و آن این که یک، با خودمون حرف بزنیم، بگیم آقا من کی هستم، انسان یعنی چه، انسان به کجاها میتونه برسه، و سعی کنیم خودمونو به انسانیت، به آدم شدن نزدیک کنیم. گفتم نهضت امام حسین علیه السلام اصلش، هویتش، عمقش برای آدم سازی بود. علیکم السلام. سوم یه نکته هم اینجا اضافه کنم انشاءالله که این مجلسمون پر ثمره باشه. اگه از امشب تمام جوانها این برنامه رو بریزن انشاءالله که آقا من هر روز یه لیستی داشته باشم، عادتهای بدمو بنویسم تو اون لیست، سعی کنم تا این 13 شب یا اون 12 شبی که مونده کارهای اون کارهای بدمو چیکار کنم، حذف کنم، دیلیت کنم. هر کدوم از ما یه مشاکلی داریم دیگه، چشم چرونیه، توبه کنیم دنبال مثلا ازدواج بگردیم، یه حلی هم باید باش باشه. قیافمون قیافه حسینی نیست، مثلا نمیدونم بعضی قیافشون قیافه امام حسینی نیست، حتی توی این ستایل مدلی که برای مثلا موشون میذارن. خلاصه هر چی شما اینا رو بنویسید، سعی کنید برای امام حسین ما یه جورایی یک گامایی برداریم به سمت آدم شدن. این کارو بکنیم امام حسین خیلی ازمون خوشحال میشه، خیلی. اونی که غیبت میکنه مثلا به این اون میخنده، یک کاری کنیم. خلاصه هر کسی ان الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، بنویسه چه کمبودایی داره و سعی کنه طی این 12 شب اینا رو یواش یواش دیلیت کنه، دیلیت کنه، دیلیت کنه، تا انشاءالله ما طی این 12 شب یه جورایی خودمون رو به آدم، حالا نزدیک بشیم به آدم کامل. کامل که نمیشیم، ولی آدم به نزدیک شدن که میشه، بالاخره آدم نزدیک بشه و اونم خیلی خوبه. بنابراین عزیزان یه رنج خیلی بزرگی میشه در نظر گرفت. یعنی اگه یک محوری در نظر بگیریم، اون نقطه آخرش، اون بی نهایتش میشه وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم صل علی هر چی میریم به این ور، به سمت صفر مختصات به قول اونایی که ریاضی خوندن، میرسیم به حد حیوانیت. بعضی آدم ها از حیوانیت هم میزنن بیشتر، بدتر از حیوان میشن، خدای نکرده. یه رنج خیلی وسیعی است. ما باید سعی کنیم تا این چند شب خودمون رو هی به امام حسین نزدیک و نزدیکتر کنیم، رنگ حسینی داشته باشیم. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، یه رنگ خدایی. حالا اگه ما دنبال فقط لذت ها و غذا و خوراک و پوشاک و مثلا مسکنی باشه و شهوت جنسی رو مثلا بخوابونیم و از هر راهی بخوابونیم، از هر راهی بخوریم، از هر راهی هر چیزی رو بخوریم، میرسیم به حد چی؟ حیوانیت. خب حیوانم میخوره و میخوابه و مگه نه؟ ولی مشکل اینه که حیوان خدا بهش عقل نداده، خدا بهش روحشو نداده، فقط روح حیوانی داره با روح نباتی. بزرگ میشه حجمش، قلبش میزنه، خون به تمام اعضای بدنش میخو میرسه،
ولی مخش کار نمیکنه، عقلی که نداره خوب و بد رو تمیز کنه. تو داری، برای همین تو قلب تو، تو دل تو یه چیزی نهفته است، همون گوهری که دیشب راجع به اون حرف زدم. این گوهر رو به کی میخوای بفروشی؟ اگه بخواد، اگه قضیه تعامل باشه، مثل تاجر میخوای برخورد کنی، فقط خداست. اگه میخوای فقط با خدا کار کنی، میرسی به انسان کامل، انسانی که هر کجا نگاه کنه خدا رو میبینه. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم از کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای تو بینم. امام امیرالمومنین علیه السلام و علی علیه السلام اینو فرمودن، گفتن که من چیزی رو ندیدم، هر چیزی رو میبینم توش خدا رو میبینم. ما رأیتو شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و فی. این درجه آخر انسانیته. خب رسیدیم تا درجه حیوانیت، شدیم مثل حیوان ها، با این فرق که ما عقل داریم ولی از عقلمون استفاده نکردیم، خودمون رو در حد اون حیوان گذاشتیم، خدایی نکرده. بعضیا میرن باز پایین تر. خداوند میفرمایند که ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. جهنم رو برای جن و انس ما ساختیم، برای حیوان که نساختیم. حیوان که عقل نداره، میخوره و میخوابه و، ولی جهنم برای تو، چون تو میتونستی این ور بری این ور رفتی. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. اینا ویژگیاشون چی بوده؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. دل داشتن، به جای اینکه دلشون با این وری بره این وری رفت، فقط لذت رو بخوابونه، شهوت رو بخوابونه، غذا بخوره مثل حیوان. ولهم اعین لا يبصرون بها. من میبینم، یه آدم عادی هم میبینه، یه حیوان هم میبینه دیگه، داره راه میره میبینه دیگه. ولهم آذان لا يسمعون بها. آخه یه بره مثلا یه چیزی بهش یاد بدی، یاد میگیره؟ میتونه اصلا خودش رو چیز کنه، خودش رو بکشونه بالا؟ نمیتونه دیگه. اولائک کالانعام، اینا مثل حیوانن. خدا میگه بل هم اول، اینا از حیوانن بدترن. نه فقط چون که اینا عقلی بهشون دادیم و روحی الهی بهشون دادیم، من روحی بهشون دادیم، اینا قدر خودشون رو ندونستن، نه. اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون. اینا خوابن، مشکلشون خوابن، خیلی خوابن. حالا امیرالمومنین یک جمله خیلی قشنگتری هم داره، میگه فرض کن یه آدمی دیدی از صبح تا شب کار میکنه، میگه آقا چرا کار میکنی؟ میگه من کار میکنم یه پولی، یه غذای خوشمزه‌ای بخورم، مثلا غذای سلطنتی بخورم. میگه اگه همچین آدمی پیدا کردی بهش بگو میدونی قیمت تو چیه؟ تو میتونستی اون بالا بالاها بری، اونقدر بالا بری که این بهشت به این بزرگی، خدا میگه بهشت اینقدر بزرگه، جنت که عرضها السماوات والارض، اینقدر بزرگ باشه، تو میتونی به جایی برسی این بهشتم نخوای، بگه آقا من تو رو میخوام. ابن لی عندك بيتا في الجنه، من فقط تو رو میخوام، اصلا بهشتم نمیخوام. اینقدر دیگه بزرگ میشی به اون حد انسانیت بالا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی کجا جنتی. یعنی نه این بهشت عادی، نه بهشت عدن و فلانی، نه بهشت خدا. ادخلی فی عبادی یعنی من میخوام با حسین محشور بشم، نه که برم مثلا با فلانی که آدم خوبی بوده، باز در نمیدونم درجه یکی، خیلی لیول زیاده، رنج زیاده. تو میتونی به اونجا برسی، اما اگه همه هم غمت این قضا بود که بخوری پولی در بیاری قضا بخوری مثل یه حیوان، فقیمته ما یخرج منها قیمتو که ما یخرج منک، خیلی ببخشیدا اون عذرهای توی مستراب من جلاب، اونو دیدی قیمت تو اون میشه. تو از اونجا اومدی تا اینجا رسیدی، بله. بعضی از اونجا پایین ترم میان، پایین ترم میان. یه مثال بزنم که وقتمون زیاد نره و با مثال بریم جلو. یه شخصی بود به نام حمید ابن قحطبه، یکی از شیعیان اهل بیت که تقیه هم میکرد،
از نیشابورم بود، حالا یا افغانستان کنونی یا همون مشهد اون ورا. گفت من رفتم ماه مبارک رمضون، رفتم خونه حمید ابن قحطبه، آقا دیدم یک جای قشنگی و قضا و فلان و یه دریاچه مانندم داشت، مثلا استخر خیلی بزرگ. گفت دستاشو شست و اینا، قضا رم آوردن شروع کرد قضا خوردن. گفت من یادم رفت اصلا ماه رمضونه، اومدم بخورم دستمو گذاشتم تو قضا، یاد کردم که بابا من روزم ماه رمضونه، وایستادم نخوردم. گفت فلانی چرا نمیخوری؟ گفت من چی بخورم، ماه رمضونه، چیزی هم ندارم، من مریض نیستم، مسافرم که نیستم، تو چرا داری میخوری؟ تو مریضی؟ آقای حمید ابن قحطبه گفت نه. پس قضیه چیه؟ گفت برو بابا، من از حیوان پسترم. گفت از حیوان پسترم یعنی چی؟ گفت من میخوام بخورم و بخوابم و بعدشم بمیرم و میدونم من آخر کارم تو جهنمه، پستر از حیوان دیدی منم. گفت چرا؟ گفت من بهت میگم چرا. یه روزی یه شبی بود، عرض کنم خدمتتون که غلام هارون الرشید اومد در زد، یه غلامی در زد، اومدم بیرون سر و سیمه، وا این چیز هارون الرشیده. گفت چی میخوای؟ گفت بیا که آقام کارت داره، امیر مؤمنان، بهش میگن امیر مؤمنین. گفت ما هم رفتیم، هارون رشید سرشو کرد بالا، سرشو کرد بالا. گفتم که امری باشه. گفت شمرجه حلاجی چطوری هستی؟ علاقت به ما چطوریه؟ گفت خلیفه بگه جانتو بده میدم، پولتم بده پولم هم میدم. گفت همین؟ گفتم والا تو ذهنم دیگه چیزی نمیاد. گفتم یه با عشق با خشم من نگاه کرد، اینجوری خوشش نیومده بود. ما هم سرمونو کردیم برگشتیم خونه. هنوز ثلث دوم شب نگذشته درو زدن، همون غلامه، بیا که هارون رشید کارت داره. رفتم. گفت ها چی کاره ای؟ گفتم مالمو خودمو ای خاک بر سر، زن و بچم هم مال تو. زن و بچم مال تو یعنی چی؟ یعنی خوک. میگن خوک غیرت نداره، میگن تو حیوانات، بعضی حیوانات باز درجه داره، نه تفاوت داریم عزیزان، حتی تو خود مثلا عالم حیوانیت اینا هی لولای مختلفی دارن. میگن خوک یه حیوانیه که غیرت نداره، عکس بعضی از حیوانا نه اینجوری نیستن. خلاصه این رسید تا لول چی؟ حیوانیت. میتونست با آقا موسی بن جعفر بشه و میتونست با آقا ابی عبدالله امام صادق بشه، برسه به اونجا. خوش رو کرد پایین 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 تا رسید به حد چی؟ خوک. گفت آقا خودمو مالمو زن و بچم هم مال تو. راضی شدی؟ گفت حالا برو ببینی چی میشه. برگشت خونه، گفت برگشتم. حمید ابن قحطبه گفت برگشتم. یه بار دیگه این غلامه اومد در رو زد، امیر کارت داره. برگشتم رفتم پیش امیر، سرشو کرد بالا. حالا چی؟ چند مرده حلاجی؟ چقدر با مایی؟ گفتم خودمو مالمو زن و بچه هامو و دینمو هم بگیر، دیگه بیشتر از این ندارم. این گوهر رو داد، گوهری که دیشب راجع به اون حرف زدم، اون گوهره، اون سیاده، یادتون نره اون مثال. گفت آقا این گوهرم مال تو، دینم نمیخوام، روح الهیم مال تو. رسید تا لول پایین تر از حیوان. حال این آیه واضح شد، ولقد ذرأنا لجهنم، اینا اهل جهنمن، کثیرا من الجن والانس، چون جن و انسن که میتونن تشخیص بدن این راه خوبه یا بده، اینجا میتونه بره، اینجا میتونه بره، میتونه تو این جلسه شرکت کنه، میتونه جاهای دیگه هم بره. پا داری هر جا دوست داری میری، مگه نه؟ ولی عقل داری باید بفهمی کجا بری.
ولقد ذرأنا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ازين دلو ازين چشمو ازين گوش استفاده نکرد مثل یه حیوانی که استفاده نمیکنه، ولی اینا یه خود فرق دارن با حیوان، مثل این حمید ابن قاطبه. اولائک کالانعام بل هم اضل، اینا پسترن. اولائک هم الغافلون، چون این خوابه، مثل اون سیاده ای که گوهرشو داد هیچی هم از این دنیا چیز نکرد، این روحش هم همینجوری موند، فقط روح حیوانی بزرگ میشد و این روح نباتی سنش پیر میشد، رنگ موهاش سفید میشد همینجوری. گفت میدونی نتیجه چی شد؟ آینه شابوری، منی که این روحو بهش دادم، منی که این گوهرمو بهش دادم، دینمو دادم. گفت حالا که همه رو دادی، این غلام هر چی میکنه، هر چی گفت انجام بده. گفتم باشه. گفت رفتیم جایی مثل خانه مانندی بود، وقت تو خود خونه دیدم یه چاه خیلی عمیقی هم بود، سر چاه بول چیز کرد، گفت این چاه میبینی؟ گفتم آره. گفت خب قشنگ جاشو به تو ذهنت بسپار، کار داریم با این چاهه. گفتم باشه. دیدم سه تا اتاقم بود، اتاق اولی رو باز کرد، دیدم 20 تا نوجوان 13، 14، 15 ساله. گفتم اینا کیان؟ گفت اینا همشون سیدن، یعنی از نسل پیامبر اکرمن، از نسل علی و زهران. گفتم میخوای چیکار کنی با اینا؟ گفت این چاقو سر 20 تا رو باید بزنی. آدم که اینقدر پس بشه دیگه باید این کارا رو بکنی. شما برید رو یوتیوب، به خدا یه چیزایی ما دیدیم که من بعضی موقعی چیزایی میبینم اصلا تا صبح نمیتونم بخوابم. اینقدر آدم کشی برای اینا راحته، اینقدر سر بریدن برای اینا راحته، سر بریدنشون از سر بریدن یه گوسفند باور کنید راحت تره، اینقدر سر بریده تو زندگیش. اون وقت اون بیچاره منتظره که نوبتش برسه سر اونم ببره. این آدمی که باید اینجا برسه پستر از حیوان میشه؟ بله پستر میشه. گفت آقا 20 تا رو زدیم، سر 20 تا رو زدیم. گفت حالا سرا رو بیار، جسدارم بیار خودت، من هیچ کار نمیکنم. همونطور که امیرالمومنین نش گفته، اینا من دوستش دارن، تا الان هم اینایی که سر میبرن بگی هارون، دوست دارن هارونو. آره دیگه باید دوست داشته باشن دیگه. گفت اونا رو برمیداری میذاری تو این چاه. گفت منم برداشتم سرا رو گذاشتم تو چاه، بدنارم ریختم تو چاه. رفتیم اتاق دومی، اینا یک کرد سنشون بالاتر بود. گفت 20 تای دیگرم سر بریدم. رفتم اتاق سومی، گفت این 20 تای دوم 20 تای سوم هم باید سر ببری. 60 تا سید عزیزان، اون موقع سادات مثل الان نیستن. الان مثلا خدا ایشالله نور سادات رو تو این در این زمین ما بیشتر و بیشتر کنه، ولی اون موقع یه سید مثل هزار سید الان میمونه. اون موقع خیلی کم بود سید، سادات کم بودن اون موقع. 60 تا سید کشتن سر بریدن تو اون زمان مثل اینکه 60,000 تا سید تو این زمان بکشیه، کم بود اون موقع. یعنی یه جریمه خیلی چیز عجیب و غریبیه به خدا. گفت رفتم تو اتاق سوم، سر 59 تا رو بریدم، رسیدم به 60. 60 نزدیک 60 سالش بود، یعنی خیلی دیگه بیشتر به اهل بیت نزدیکتر بود، یعنی به مثلا به لولش به امام زین العابدین میخورد. یا اینم خودش ارزش داره دیگه، حتی از لحاظ ژنتیکی. گفت به من یه نگاه کرد، گفت از جدم رسول الله خجالت نمیکشی، از مادرم زهرا خجالت نمیکشی، شرم نداری؟ من پیرمرد و کل ما رو سر بریدی، 60 تا سید، چجوری میخوای تو روز قیامت محشور بشی و فلان؟ گفت سر اونم برید، دست کارد از دستم افتاد، ترسیدم. یه نگاه عجیب و غریب به من کرد این غلامه، برداشتم سر اونم بریدم، اونا رو گذاشتم تو چاه. از من توقع داری غذا نخورم و روزه بگیرم؟
بابا من کارم تمومه دیگه. چرا؟ چون گوهر انسانیتم رو دادم به این پلید، فروختم خودمو. همین که ما هی میگیم بابا اینقدر خودمونو به این اون نفروشیم، به لذت نفروشیم، به شهوت نفروشیم. بعضیا برای 5 دقیقه لذت، برای 10 دقیقه، برای یه روب، با این پایی که خدا بهت داده که بیای ببین مثلا حسینیه میری جاهای دیگه، خب باید بعدش تاوانشو پس بدی. یا تاوانشو باید پس بدی. یه قصه دیگه هم خدمت شما عزیزان بگم. این مثال کسی بود که این روح الهی رو داد به کی؟ به یه حاکم ظالم. درست؟ یه داستان دیگه خیلی قشنگ میگم و اگه خدا خواست، اینو من به زبان عربی نگفتم، شاید یه شبی برای برادران عرب زبان اونم باید بگم، چون خیلی جالب و خیلی حتی برای من هم شنیدنی بود. خدا وکیلی. این داستان دوم داستان کسیه که این روح آدمیتشو داد به شهوت، به لذت. ببین وضعش چجوری شد. پیامبر اکرم یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، پیامبر با حضرت زهرا و 5 تن امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین رفتن تو قبرستان بقیع. خیلی مهمه بچه‌ها، جوونا، عزیزان، آدم بره قبرستون هر چند وقت یه بار یه سلامی، یه علیکی، برید مردشور، مردشورها رو ببینید چجوری دارن میشورن. خیلی مهمه. یه روز هم تو رو میشورن، یه روز منو میشورن. همون جوری که شما یکی رو بلند کردی رو کولتو داد میزنی لا اله الا الله، بدون که و یومون انک المحمولو، یه روز تو هم همین جوری میبرن گورستان. خیلی خوب آدم بره، خیلی خوبه. بعضیا میترسن، نترسید، برید ببینید. پیامبر رفتن. خب چشم پیامبر با چشمای ما فرق میکنه، گوششون با گوشای ما فرق میکنه. اهل بیت حقیقت رو میبینن، اهل بیت عالم برزخ هم میبینن، کارای ما رو میبینن، میدونه این چقدر خوبه یا چقدر بده، همه رو میبینه، همه چی میدونه. پیامبر رفتن اونجا با حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، شروع کردن به اون زیارت. یا لا اله الا الله، یا قوم لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، بحق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. پیامبر صدای یکی از این جوانایی که تازه هم مثل این که دفنش کرده بودند و شنید تو عالم برزخ. جوانه داد و بیداد میکرد، بد جور توی عذاب و تو شکنجه، زیر شکنجه اونم کی؟ فرشتگان عذاب و غلاف. پیامبر فرمودن که یکی رو دارن بد جور شکنجه میکنن، من روح برزخیشو احضار کنم ببینیم چی میشه، اگه بتونیم کمکش کنیم. رحمت للعالمین دیگه. خب حضرت عیسی یحیی الموتا باذن الله، حالا رئیس حضرت عیسی که پیامبر باشه دیگه این کار خیلی براش آسونه. این جوان را زنده کردن، جوونه با یه حالی، با یه وضعی، غل و زنجیر، اونم چه غل و زنجیری، غل و زنجیر اخروی خیلی فرق داره، غل و زنجیر برزخی خیلی فرق داره. دید با غل و زنجیر برزخی آتش زبانه میزنه، جسدش سوخته، جسد برزخیش سوخته، بد جوری زیر شکنجه بوده. گفت یا رسول الله بیا یه کاری بکن، من بد جوری دارم شکنجه میشم، تو هم اومدی، تو رو قسم میدم به دخترت زهرا یه کاری بکن. شروع کرد التماس کردن. پیامبرم فرمودن که چی شده؟ بگو چی شده؟
گفتی من یه قضیه دارم، مادرم از من غضبناک شد روزی و من بعد از غضب ایشون خیلی طولم نکشید مردم و از اون لحظه تا حالا هی زیر شکنجم، هی زیر آتیشم، هی زیر قل و زنجیر و این وضعی که داری میبینیه. گفت مادرت کجاست؟ گفت مادرم مثلا اون محله اونجاست. پیامبر اسلام رفتن، حضرت امیرالمومنین هم باهاشون، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین در رو زدن. یه پیرزن قد خمیده ای اومد عصاب دست، خوشا به سعادتش، گفت یا رسول الله شمایید. خیلی خوشحال شد، شما اومدی خونه ما، ما را قابل دونستی. گفت من اومدم یه کاری باهات دارم و ازت این کار رو میخوام. گفت چی میخوای یا رسول الله؟ گفت پسرتو یه خورده بیش ما رفتیم بقی، دیدیم داره بد جوری آه و ناله میزنه، زیر شکنجه است، اونم چه شکنجه ای، زیر عذاب، اونم چه عذابی. بیا به خاطر منم که شده از این آقا راضی شو. تا این حرفو شنید مادره دستشو کرد بالا، گفت خدایا به حق این پیامبری که اومده پیش من، خدایا عذاب پسرمو بیشتر کن. پیامبر خیلی تعجب کردن، خب چی میگی ای زن؟ عذاب پسرمو بیشتر کن یعنی چی؟ مگه پسرت نیست؟ گفت یا رسول الله اگه بگم چی کار کرده با من این حرفو نمیزنی؟ گفت میدونی چی کار کرده پسرم با من؟ گفتم. گفت ببین ای امام رحمت، من نه ماه این تو شکم من بود، خواب نداشتم، راحتی نداشتم، درد زایمانم که نمیفهمه چیه، وقتی هم اومد به دنیا من امیدم این بود که اینو ببینم. مثلا اون روزی که راه رفت من اینقدر خوشحال شدم، روزی ما غذا نداشتیم من گرسنه میخوابیدم، غذامو به این میدادم تا بزرگ شه، جوون شد. روزی که جوون شد گفتم گناه نکنه برم یه دختری از دختران مدینه هم باش چیز کنم، براش پیدا کنم، ازدواج کنه. تا این حد من دلسوزانه اینو بزرگ کردم، کسی رم نداشت، فقط من بودم. گفت روزی من حرفم شد با زن پسرم، خب میشه دیگه، دنیا که پرفکت نیست، که زندگی که پرفکت نیست. گفت یا رسول الله در حالی که من روبروی تنور بودم داشتم نون میبختم برای این آقا، برای این پسر جوون من، اومد توی خونه با حالت غضبناک، زنش رفت بهش گفت ببین این چیکار میکنه، و یه چیزی گفت، گفت نیومد ازم بپرسه، حالا اگرم میخواست یه کاری بام بکنه، اذیتم بده، مثلا نمیدونم تنبیه هم کنه، یه جورای دیگه میتونست بکنه. گفت منو ورداشت بلند کرد، زد منو توی این تنور پر از آتش، من میخوام بهش نون بدم، این منو گذاشت تو تنور آتش. گفت من شروع کردم داد و بیداد کردن، ناله کردن، حالا مادرشو داره میبینه داره میسوزه، همین جوری ولم کرد تا مردم همسایه اومدن منو بیرون کردن از اون تنوره آتشی. یا رسول الله آبروم و جلوی زنش برد، آبروم و جلوی مردم برد، جیگرم رو سوزوند، دستم سوخت، جیگرم سوخت و سینم سوخت. من با این دست سوخته زدم تو این سینه سوخته، گفتم خدایا هر چی سریعتر عذابش رو برسون و از این من راضی نخواهم شد که نخواهم شد. مادرش رو کرده تو تنور، چجوری ازش بگذرم؟ پیامبر فرمودن ای زن اگه ببینی الان چه عذابی داره میکشه شاید نظرت عوض کنی. گفت نه یا رسول الله، اصلا و ابدا من ازش راضی نمیشم. امیرالمومنین اومد جلو گفت خانم به خاطر من راضی میشی؟ گفت یا علی
من مؤمنم، من تو دلم عشق به توه، عاشق تو هم، ولی تو رو خدا یا امیر المؤمنین این از حد حیوانیتم اومد پایین، این گوهر خودش رو فروخت برای یه لحظه لذت و برای زن و برای این و برای اون و مادرش رو کرد تو تنور بذار بسوزه، این از حیوان پستره. حضرت زهرا اومد به خاطر من گفت یا فاطمه ازم اینو نخواه. امام حسن هم اومد همین حرفو تا امام حسین اومد. امام حسین نزدیک شد گفت خانم، حاجی خانم، ای پیر زن، به خاطر حسین قبولش میکنی، راضی ازش میشی؟ پیر زن یه نگاه به حسین کرد اشکاش ریخت، بعد یه نگاه به آسمونا کرد گفت به خاطر حسین ازش راضی شدم یا رسول الله. پیامبر پرسیدن ای زن، من اومدم گفتم ازش راضی شو، راضی نشدی. امیرالمومنین اومد گفت راضی شو، راضی نشدی. فاطمه زهرا دخترم گفت راضی شو، راضی نشدی. امام حسن را آقا چی بود که برای حسین ما، حسین ما بهتر از ماست؟ یعنی گفت نه یا رسول الله اینجوری نبوده قضیه، ولی من نمیدونم حسین با دلا چی کار میکنه. اصلا قیافه حسین آدم ببینه عشق از چشمش میزنه بیرون بدون ارادت. گفت یا رسول الله اومدم حسین رو دیدم، حسین میگه به خاطر من پسرت، از پسرت راضی باش. یه نگاه کردم یه صدایی از آسمونا میاد، شکافته شد دیگه. گفت یه نگاهی کردم دیدم فرشته ها میگن تو رو خدا دل حسین ما رو نشکن، راضی شو. منم راضی هستم، به داغ غمت مبتلایم حسین، به داغ غمت مبتلایم حسین، چون ای از غمت در نوایم، مبادا برانی مرا از درم، اگرچه بدم آشنایم حسین، سراپا خطایم، سگی رو سیاهم، ولی محب شمایم، بخوان بار دیگر مرا کربلایم حسین. مرد میگه هر بار گناه میکردم میرفتم پیش پیغمبر یا رسول الله مرا ببخش، خدا گفته اگه گناه کردی بیا پیش پیغمبر و آلش، اونا باید ببخشن. پیامبر فرمود آقا چقدر من اذیت میکنی، هی توبتو میشکنی، برو دیگه نمیخوام ببینم. رفت بیرون با دلی شکسته، خدایا اگه پیغمبر منو بیرون کنه دیگه به چه دری متوسل بشم. میگه تو راه دیدم آقا حسین 5 ساله داره قدم قدم یواش یواش میاد، هیچ کاری نکردم، فقط خودمو رو پاش انداختم، بعد رو دوشم گذاشتمش، رفتم پیش پیامبر یا رسول الله من یه واسطه آوردم، یا رسول الله ما رو ببخش. پیامبر گفت تو رو بخشیدم، بعدم شروع کرد لبان حسین رو بوسیدم.
بدم شروع كان قالوا يا حسين ابو سيدان سينه يا حسين ابو سيدان نمیدونستم یعنی چه ولی بعدا فهمیدم اون جایی که پیامبر میبوسید یا جای سنگ بود یا جای نیزه بود یا جای تیر بود یا جای شمشیر بود اما سینه رو میدونی چه جایی بود وقتی حسین چشا رو باز کرد دید یه چیزی رو سینش داره سنگینی میکنه سینش سنگین شده چشا رو باز کرد دید شمر پلید رو سینش نشسته گفت لقد ارتقیت مرتقا عظیما تو کیستی که بالای یه جای خیلی بزرگی نشستی لطالما قبله رسول الله اونجا رو هی پیامبر بوسه میزد جای خیلی بلندی نشستی بعد یه نگاه کردید سکینه داره دوون دوون میاد زینبشم داره میاد اشاره کرد زینب جان نظر سکینه منو به این حال ببینه بنتي يا سكنة بلغي واجب تحياتي مرمي ثلاث أيام ما شربت الماي وأطفال عندي مطرحة ومحتار في دنيا لا تخبريهم بالشمر يوم على صدري داس ابن علي ومكن البتار من نحري ولا تخبريهم بالأعوجية اش سوت بحالي داست على صدري يا سكنة وشالت أوصالي قولوا لشيعتنا ينوحوا على المظلوم تقول سكينة وإذا بأبي صوت منه ضعيف بني سكينة أبلغي شيعتي عن السلام وقولي لهم إن أباكي قتل مذبوحا فابكوا عليه وقتل عطشانا فاندبوا شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهدى لهم ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.